شرکت هواپیمایی آجین یونان پروازهایش را به تهران به حالت تعلیق در می آورد. رژیم آخوندی از انتقال پول نقد از آلمان به ایران صرف نظر کرد. هشدار مجدد کاخ سفید به رژیم اسد نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در ادلب. شرکت هواپیمایی آجین یونان طی بیانیه اعلام کرد پروازهایش را به مقصد تهران از 11 اکتبر 2018 برابر با 19 مهر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می آورد. در این بیانیه آمده است شرکت آجین مجبور است به طور موقت این مسیر را به دلیل محدودیت‌های تبادلات بانکی خارجی قطع کند. رژیم آخوندی از انتقال 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به ایران صرف نظر کرد. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان گفته بود ما در بالاترین سطح دولت آلمان را ترغیب می‌کنیم تا مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرد. اندکی بعد بانک مرکزی آلمان با ایجاد تغییرات جدید در مقررات خود شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرد و مانع انتقال پول به ایران شد. Second, the president intends to chair a meeting of the Security Council, and the topic will be on Iran. He is calling the meeting to address Iran's violations of international law and the general instability Iran sows throughout the entire Middle East region. نیکیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد شب گذشته اعلام کرد دونالد ترامپ در پایان ماه سپتامبر جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی موضوع ایران تشکیل خواهد داد. دونالد ترامپ در این جلسه شرکت کنندگان را فرا می‌خواند تا به نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم ایران و بی‌ثباتی که این رژیم در کل منطقه بر آن را می‌پاشد بپردازند. نیکیلی افزود به سختی می‌توان منطقه‌ای از جهان را یافت که رژیم ایران در آن درگیر مناقشه ای نباشد. The leadership of the Iran regime is trying to deflect the major problems that they're having internally. جنرال جکین معاون سابق رئیس ستاد مشترک نیروی زمینی ارتش آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز درباره اظهارات متناقض خامنه‌ای درباره تقویت بنیه دفاعی گفت مردم دیگر هیچ بهایی به این حرف‌ها نمی‌دهند. شورش‌ها هر هفته رشد می‌کند. انزوای بین‌المللی در حال افزایش است. ارزش واحد پول در حال سقوط آزاد است. تورم غیر قابل کنترل شده است. این وضعیت وخیمی است که آنها در این 38 سال به این سطح با آن مواجه نشده بودند. The people are truly being affected on a daily basis. So there is dire situation in Iran that they've not seen before to this degree in their 38 year history. حیات من الذله كما قال ابا عبد الله الحسين كما قال سيدي ومولاي ابا عبد الله. العین الاخباریه ابوظبی گزارش داد روز سه‌شنبه فرماندهی عملیات در عراق به دلیل درگیری میان تظاهرکنندگان و شبه نظامیان رژیم ایران در شهر بصره منع عبور و مرور اعلام کرد. منابع پزشکی بیمارستان بصره به العین الاخباریه گفتند تعداد کشته شدگان در تظاهرات به 7 تن رسیده است. به گفته منابع پزشکی همه آنها با شلیک شبه نظامیان رژیم ایران نزدیک ساختمان استانداری بصره به قطر رسیدند. کاخ سفید بار دیگر به رژیم اسد نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در ادلب هشدار داد و گفت در صورت حمله آمریکا و متحدان آن پاسخی فوری و متناسب خواهند داد. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای گفت میلیون‌ها غیر نظامی ساکن استان ادلب سوریه در معرض حمله قریب الوقوع رژیم اسد با پشتیبانی روسیه و رژیم ایران هستند.